به نام خدا در این آزمایش میخواهیم با استفاده از یک بطری شرم و مقدار آب نشون بدیم که اگر اکسیژن داخل این بطری رو بسوزونیم میتونیم فضای خالی ایجاد کنیم و این فضای خالی باعث میشه که آب به صورت دوای خلا ایجاد بشه و آب سطح بالای بطری بیاد بالا و در ادامه از الکل استفاده میکنیم و ببینیم که تاثیر الکل در ایجاد خلا در این بطری چیه. خب هر دو رو انجام میدیم. قبل از اینکه این ببینیم تا چقدر میاد بالا، من با استفاده از این پتاسیم پروینیم رو میکنم رنگی میکنم. پس میام چکار میکنم؟ این آب رو رنگی میکنم. خب گفتم که با استفاده از پتاسیم پرمنگنان فقط این آب رو رنگی کردن که بتونیم که بالا اومدن آب رو راحت‌تر تأثیر میفته و ببینیم. خب وقتی من این رو قرار میدم، در واقع سوختن اکسیژن داخل ظرف یا هم بطری باعث یه خلا میشه و خون آب میاد بالا. حالا اینو امتحان میکنم. میبینی؟ آب با چقدر بالا اومد. پس این ایجاد خلا با استفاده از سوختن اکسیژن ایجاد میشه و آب میاد بالا. در ادامه دیدیم که وقتی شمع اکسیژن داخل بطری رو سوزون باعث ایجاد خلا شد و آب بالا اومد. حالا میخوام اگر مقداری الکل به این اضافه کنم و در واقع اینجوری میگیم آغشته میکنه اینو، نمیخواد پس سطح اینو و نمیخواد سعی کنید اینو به این صورت فقط آغشته کنید. حالا اینو من برعکس میکنم، نگاه کنید این چه اتفاق ببینید. تا نقطه بالاتر میومد، در واقع خلیه بیشتر اینجا شد به خاطر اینکه الکل سوختن اکسیژن موجود در اینو سریع تر کرد و در واقع این ماده الکل مثلا میدونید که یک ماده‌ای که سریع‌تر می‌تونه باعث سوختن حالا اکسیژن بشه یا آتش. پس می‌تونیم بگیم که الکل باعث سوختن بیشتر اکسیژن میشه و خلای بیشتری ایجاد میشه و خلای بیشتر باعث میشه که فضای خالی بیشتری در بطری ایجاد بشه و به همین خاطر آب در سطح بالاتری بالا میاد.